الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الصالحين المعصومين. فحمد الله تهي محرم الحرام با برنامه های گرم و با مجالس صمیمی و پربار برای عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام به همت همه شما عزیزان برگزار شد و قاعدتا بعد از دهه عاشورا باید برگردیم به سلسله بحث‌های هفتگی قبلیمون. خاطر شریفتان مستحضر است که بحث‌های هفتگی ما پیرامون مسئله معاد بود با عنوان یکی از اصول دین ما و به عنوان یکی از مهمترین عوامل کنترل انسان. حتی ما اگر نگاهی به صفحه عاشورا و کربلا هم بیندازیم می‌بینیم یکی از مهمترین عواملی که این جنایت هولناک را به وجود آورد عدم اعتقاد فرزنداران بنی امیه به مسئله معاد بود. خیلی زیباست که هم معاویه به این امر تصریح کرده و هم یزید صریحا در حالت بیخودی در مجلس شام به این مطلب اشاره می کند و خودشان را به راحتی مفتزه و رسوا کرده. من دو تا متن تاریخی و دو تا سند تاریخی خدمت شما عرض می کنم تا روشن شود اصلا به وجود آوردن جنایت هولناکی که بنی امیه در کربلا ایجاد کردن یکی از عواملش بی‌اعتقادی انجام دهندگان آن به مسئله معاد بود. البته عوامل دیگری هم مثل ناآگاهی، بی‌اطلاعی از حقایق، انحراف‌های فرهنگی که در آن زمان ایجاد شده بود که در طول دهه عاشورا تا حدودی به آن پرداخت. سند اول قطعه‌ای از تاریخ صدر اسلام که هم مورخ بزرگ اسلام مسعودی در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر و کتاب‌های معتبر اهل سنت در علم تاریخ است به آن اشاره کرده و هم ابن عبدالحدید معتزلی از اهل سنت در کتاب شرح نهج البلاغه آن را آورده و هم زبیر بن بکار در کتاب الموفقیات باز از کتاب‌های معتبر اهل سنت به آن اشاره کرده و در کتاب‌های بسیار دیگر هم این قطعه تاریخی آمده است. این تکه تاریخی به طور کامل دست معاویه را رو می کند، یعنی کسی که در منبر پیغمبر می نشست و ادعای خلافت رسول الله را می کرد و مدعی رهبری جهان اسلام بود و خود را امیر المؤمنین خطاب می کرد و امین الله را او می گفتند، چگونه در یک محفل خصوصی حقیقت خودش را رو می کنه و خطه های خودش را روی آب می اندازه و مورخان به اتفاق این واقعیت را در این کتاب هایی که نمونه هاش را براتون عرض کردم می نگارد. این تکه تاریخی خیلی خلاصه است. همونطور که عرض کردم مسئولی در مروج الذهب جلد دو شاپ مهر صفحه 454 و همچنین ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 297
و زبیر بن بکار در الموفقیات صفحه 576 این تیکه تاریخی را آوردن که معترف ابنه یا معترف ابنه مغیرت ابن شعبه پسر مغیرت ابن شعبه از صحابی ها و اصحاب بوده حکایت میکنه که وقت تو مع ابی الى معاویه میگه من همراه پدر مغیرت ابن شعبه که از دوستان نزدیک معاویه بود بر معاویه وارد شدیم در شام. پدر من هر شب میرفت سراغ معاویه با او گرده داشت و شبش داشت مجالس خصوصی داشت و شب که به خونه برمیگشت میدیدم از معاویه و عقل و سیاست و جمعی او داره قریب میکنه. یک شب وقتی که از مجلس معاویه به خانه برگشت میگه دیدم که بسیار بسیار غمگین افسرده و خشمناک است. فکر کردیم ما کاری کردیم که او عصبانی است. هزار ساعتی هیچ نگفتیم ولی دیدیم نه خیر، عصبانیت او فروکش نکرد. میگه گفتم که ای پدرم مالی اراک مبتم منها به لیله، دیدم که امشب خیلی غمگین هستی. در جواب من گفت یا بنی فرزندم، کی گفت؟ مغیرت ابن شعبه، یکی از دشمنان اهل بیت، یکی از دوستان معاویه. میگه بعد از گفت یا بنی فرزند من انی جئت من عند اخبث النار، من از نزد پلیدترین انسانها امشب دارم برمیگردم. گفتم میگم چی شده؟ تو که هر شب می اومدی کلی از معاویه تعریف می کردی، عقلش و حکمتش و درایتش و سیاستش و هوش و ذکاوتش، چه شده که امشب ناراحتی؟ میگی از نزد پلیدترین انسان ها برمی گردن. میگه پدرم گفت امشب که خود دیر موندم تا خلوت شد، کسی دیگر در مجلس نبود، فقط من موندم و اون. به او رو کردم گفتم یا علی المؤمنین، ای امیر مؤمنان، فلو اظهرت عدلا و بسطت خیرا انک بلغت منا. ای معاویه، ای امیر مؤمنان، تو امروز به همه چیز رسیدی، دشمنات رو سرکوب کردی، دوستان زیاد شدن، لشکر و کشور و فرماندهی کامل داری. چه خوبه که این آخر پیری یه خود عدالت پیشه کنی، نام زیبا از خودت به جا بگذاری و با طایفه بنی هاشم که تا حالا باشون جنگیدی یک مقدار به مدارا رفتار کنی. حالا اون نظر سهلا اخواتی که من بنی هاشم فضاستار سرحام هست بله یه رحم به جا بیا بگذاری، بالاخره این هم پیشان تو هست. فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، امروز دیگر قدرتی در بنی هاشم نمونده که تو از اونها بخوای بترسی. میگه این نصیحت دوستانه رو که در خلوت به معاویه کردم او به من چنین پاسخ داد، گفت هیها ملک عفوتین فعدل و فعل ما فعل، فوالله ما غدا ان هلك فهلك ذكره الا ان يقول قائل عمر. اینا بزرگان اهل سنت هم نقل میکنند، مثل بلعب الحدیث، مثل مسعودی در مروج الذهب با سندهایی که عرض کردم. میگه معاویه برگشت گفت هرگز، دریغ است، دریغ است که ما دست از بنی هاشم برداریم. گفتم چرا؟ گفت ببین، برادر تیم، منظورش خلیفه اول است که از خلیفه تیم بوده، اومد دو سال خلافت کرد، زندگی کرد، خدمت کرد، از دنیا رفت، هیچ کسی به یادش نیست، فقط گاهی تو تاریخ می‌نویسن که مثلا ابوبکر بوده. بعد به مدت 11 سال خلیفه دوم اومد از طایفه علی یا عدی، او هم سالها حکومت کرد، عدالت کرد، کار کرد، زحمت کشید، مرد،
یا کشته شد و هیچ نامی از اون به جا نمونده، اون را که گاهی تو تاریخ میگن عمر، چون موقعیت از شعبه با معاویه هر دو خوب طرفداران بودن، این گونه صحبت میکنن عمر ارادت کرد فلان کرد و بعد از دنیا رفت و از اون چیزی واقعی نمونده. میگه بعدا از طایفه ما یعنی طایفه بنی امیه خلیفه سوم اومد و با او چنین و چنان رفتار کردن، نهایتا او را کشتن و نامی چنان دیگر از او باقی نمونده. بعد گفت و ان اخا هاشم، همون بعد از طایفه بنی هاشم که نگاه میکنیم میبینیم از طایفه بنی هاشم نفر اومده یذکر خبیهی فی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله. این آقا اومده و هر روز مردم مسلمون در سراسر دنیا بالای مرزنه ها فریاد میزنن که ما گواهی میدهیم که فلانی پیغمبر خدا. روزی پنج بار مردم داد میزنن و اسم او را به عظمت یاد میکنن. فأي عمل يبقى مع هذا لا ملأ اجيوده. فلا من يخوي ساكت بشم بعد از وجود چنین شخصی چه چیزی از ما ممکن است باقی بماند؟ والله الا دفنا دفنا. این عبارت رو همه مبدعین نوشتن که خدا کار اصلاح نمی‌شود مگر بعد از دفنا. بعد از دفنا یعنی باید یه روزی ما این اسم را دفن کنیم. موقعیت ابن شعبه دشمن اهل بیت ولی به ظاهر مسلمان آتیش میگیره با این جمله. میگه من فکر میکردم تا حالا این آقا مؤمن هست مسلمان ولی ظالمه، خدا و رسول را قبول داره، ولی امشب فهمیدم که این شخص یک ذره به خدا و پیغمبر ایمان نداره. قضیه را از این خدا میبینه که شخصی اومد مشهور شد، چرا ما ها معروف نشدیم؟ چرا ما ها مشهور نشدیم؟ چرا ما ها فراموش میشیم؟ چرا نام او را مردم پنج بار در روز اسم پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام را میبرن؟ باطن این ولی ظاهر میرد بالای منبر خطبه نماز جمعه میکن، بعد میاد تو محراب با این اعتقاد خبیثانه و پوک و پوچ و امامت جماعت و جمعه را بر عهده میگیره. این بی اعتقادی به اصل دین، بی اعتقادی به معاد، بی اعتقادی به روز قیامت، نتیجه اشان می شود که به راحتی شخصیت بزرگی مثل حجر ابن عدی یا علی را قتل عام می کند، با یارانش مالت اشتر را در راه مصر مسموم می کند، جنایت هایی مرتکب می شود که هیچ کس تا اون زمان بسان آن را ندیده. یک شخص از فرماندهانش را میفرسته با 3000 نفر و در هر کجا دستور میدهد هر کس نام علی را به زیبایی میبرد، هر کس حاضر نیست به علی دشنام بدهد او را گردن بزنید، خانهش را هم بر سرش خراب کنید. این جنایت ها ناشی از عدم اعتقاد به روز قیامت بوده. همچنین یزید بن معاویه، حالا معاویه در جلسه خصوصی دو نفره با مغیرت ابن شعبه این گونه صحبت میکرد، چون آدم باوشی بود میدونست در ملأ عام نمیتونه بگه، اما فرزند نادان نفهم او یزید میاد بالای همون تختی که نشسته در جلو عموم مردم میگه که همه مورخان نوشتن در تاریخ شام و تاریخ یزید که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها با اسرای کربلا در مجلس نشستن، سر امام حسین در جلوی تخت یزید در تخت طلا گذاشته بود، شراب زیادی خورده بود، دیگه کنترل نفسش رفت یزید، نمیدونست با چه کسانی داره صحبت میکنه. حداقل اونهایی که اومدن در مجلس به ظاهر میگن ما مسلمانی، میگن ما پیغمبر را قبول داریم و میگن تو یزید خلیفه رسول الله هستی. دیگه تون کنترل از دستش خارج شد، شروع کردن اشعار معروفش رو خوندن، تلیت اشراقی به بدر شهدو جزع الخضر از من وقت الاسد
لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا لا يزيد لا فشل قد لعبت هاشم بالملك ترى خبر جاء ولا رحم الملك. طایفه بنی هاشم با حکومت بازی کرد، هدفشون رسیدن به ریاست حکومت بود و الا نه خبری از آسمان آمده، نه وحی نازل شده، نه دینی حقیقت داره. یعنی قرآن، دین، همه چیز بر باطل. یک نفر که خودش رو خلیفه رسول الله میدونه و هنوز گروهی از انسانهای ناآگاه پیدا میشن به نام یزیدی ها، به نام نمیدونم متعصبین از بعضی از گروه های مسلمان متاسفانه، که میگن ان سیدنا یزید رضی الله عنه قتل سیدنا حسین رضی الله عنه، آقا و مولای ما یزید رضی الله عنه رحمت الله علیه سید ما امام حسین را کشت و خدا از ما هم راضی باشه. این فرهنگ این آقایون است که در جهل هنوز باقی مونده. این شخصی که سریعن یا دین را، اسلام را، قرآن را هم انکار میکنه، هنوز میگن صحابی بزرگ یا تابعی بزرگ رسول خدا معاویه و یزید، امیر المؤمنین، رهبر مؤمنان و مسلمانان. هر حال وقتی ما نگاه میکنیم به صفحات تاریخ و با دقت تاریخ را مطالعه میکنیم، به خوبی پی میبریم به این که یکی از عوامل مهم ارتکاب جنایت های بزرگ در طول تاریخ عدم اعتقاد آنها به معاد بود. به همین دلیل ما روی مسئله معاد معاد داریم بحث میکنیم و انشاءالله باز هم مطالب خدمت شما عرض میکنیم. شاید یک صلوات بر محمد و آل محمد. امروز هم که متاسفانه میبینیم جنایاتی مرتکب میشوند به هیچ کس رحم نمی کنند، افراد، زن و بچه ها، افراد بیگناه را قتل عام میکنند هر روز در گوشه ای از دنیا و بعد حتی افراد زخمی میشن دارن چون بیمارستان را هم بمباران میکنند به خاطر همین بی‌اعتقادی به دین هست، بی‌اعتقادی به روز قیامت، بی‌اعتقادی به روز جزا، بی‌اعتقادی به این که روزی در پیشگاه خدا باید بایستن و پاسخ بدن. در باره معاد خاطر شریفتان مستدر است که ما گفتیم چهار بحث اساسی داریم. بحث اول مربوط است به چی؟ فرمونم یادتون مونده یا نه؟ بحث اول از این چهار بحث مربوط است به مرحله حساس انتقال انسان از این دنیای مادی فیزیکی و تولد او در عالم آخرت با عنوان جهان روحی و معنوی و مجرد از ما. در باره این مرحله مفصل قبلا گفتگو کرد. مرحله دوم یا بخش دوم بحثمون درباره معاد مربوط می شد به عالم برزخ، یعنی از زمان انتقال انسان به عالم آخرت تا روز قیامت که سور اسرافیل دمیده شود و انسانها مجددن به عالم قیامت باز کرد. این بخش دوم، این هم بحث کردیم قبلا. بخش سوم عبارت بود از روز قیامت و مباحث روز قیامت و عظمت قیامت. سوالهای زیادی مطرح است در رابطه با روز قیامت. مقصود از صراط چیست؟ مقصود از میزان چیست؟ مقصود از پرسجو در قیامت چیست؟ اینها گفتگو کردیم و رأی ائمه اهل بیت علیهم السلام و قرآن شریف را در این زمینه بیان کردیم. و اما باقی من فقط مرحله چهارم که از امشب شروع میکنیم و اون مرحله بعد از این که محاکمه انجام شد، پرس و سؤال انجام شد، تکلیف هر کسی روشن شد، اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به عبارت دیگر سه تا مسئله است: مسئله بهشت، مسئله جهنم و مسئله اعراف. پس بنابراین مرحله چهارم دیگه مرحله ستلمنت به قول معروف، مرحله ای که دیگه انسان
همه یه مراحل رو گذرونده و میخواد دیگه ثابت قدم بشه و جا بیفته و حالا انشاءالله جا بیفتیم در این بر نه اون بر در بهش جا بیفتیم نه در جهنم. برحال مرحله جا افتادن مرحله دوام و بقا زندگی جاودانه ای که شروع میشود به نام بهش در جهنم یا اعراف این بحث فقط باقی مانده. درسته؟ تقریبا بحث‌های قبلی را که مربوط به روز قیامت است قبلا از نظر گرامی شما گذروندیم و شما استماع فرمودید. خب در این بخش چهارم باقی مانده سه تا مسئله را باید بشکافیم. یکی این که جهنم چیست؟ حقیقت جهنم چیست؟ سوالای زیادی تو ذهن ها. مثلا چرا بعضی ها باید جاودانه در جهنم باشن؟ چرا کسی که فقط 60 سال گناه کرده 70 سال گناه کرده باید همیشه مثلا تو جهنم باشه؟ آیا امکانش هست؟ آیا معقوله؟ آیا قول شما دیسی سیر؟ آیا عادلانه هست؟ یا نه؟ 60 سال 70 سال یه 120 سال گناه کرده خب 120 سال عذاب بشه درست؟ خیلی هم بیرحم باشه میگیم تو چرا باید که خالد در جهنم باشه؟ معنی خلود چیه؟ اصلا کسی داریم خالد در جهنم باشه برای همیشه یا نه؟ اینا سوالات است که تو ذهن ها. بهشت چیه؟ حقیقت بهشت چیه؟ آیا بهشت بر روی زمین خواهد بود؟ آیا بهشت بر روی کرات یا کره از کرات آسمانی خواهد بود؟ آیا بهشت باطن این عالم و جهان خواهد بود؟ پس بنابراین خاجر بهشت هم خیلی سوال مطرحه. زمین را که ما میدونیم یه روز کن پیر کنیش میدونیم کشتش کره نیست که برای همیشه بخواد بمونه. حتی اکثر 5 میلیارد سال دیگر مطمئنا تشریف نخواهد داشت چون خورشید در اون زمان بقا نخواهد داشت. به هر حال سوالاتی است که مطرحه باید جواب بدیم. اما بخش سوم شنیدید از اعراف. اعراف یه چیزی بین بهشت و جهنم. کجا؟ چیه؟ کیا در اونجا هستن؟ این هم یه سوال. در حال سه تا بخش از بحث معاد باقی مونده. جهنم و بهشت و اعراف. این سه تا رو خلاص کنیم تقریبا بحث معاد پایان یافته خواهد شد و خواهیم رفت سراغ یه بحث جدید اگر اون رو حیاتی باشه و خودمون بریم در حال وارد یکی از این سه مراحل بشیم. پس بنابراین حالا از کجا شروع کنیم این سه تا بحث رو؟ من فکر کردم چون بحث اعراف نسبتاً کوتاه‌تر هست و کمتر هم شنیدید درباره اعراف بحث اعراف رو ایشان مطرح کنیم. اعراف چیه؟ خب یه چیزی هم باقی مونده به نام زمحریف که حالا ما خیلی واضحش نمیشیم. از قدیم معروف هم میگن سیدها رو جهنم نمیبرن ولی که بعد از سر میزنن تو زمحریف. بعضی هم میگن تو بشکه اونا رو میذارن و درشان میزنن رو میزنن تو زمحریف. از این حرفا میزنن که خب هیچ کنون سند تاریخی نداره ولی تو بحث جهنم شاید مطرح کنیم بحث زمحریف رو. اما عمدهترین بحث های ستا شایستگان به بهشت میرون ناشایستگان و گنهکاران بذل هستن. یک گروهی در منطقه اعراف هم یعنی بین بهشت و جهنم نه اهل بهشت و نه اهل جهنم. مثلا روایتی داریم که حاتم طائی واید کافر بود بت‌پرست بود اما جهنم نمیره خدا او را جهنم نمیره به خاطر اینکه سخاوتمند به خاطر اینکه اهل خیر دست به جیب بود برای فقرا برای کارهای خیر برای برنامه های عام المنفعه خیرات زیاد میکرد. خدا عادله با اینکه کافر بوده بت‌پرست بوده روایت داریم که خداوند او را به جهنم نمیبره. کجا؟ در اعراف نه در بهشت نه در جهنم. اینجوری که نسبتا بالاخره بهتر از اینجاست که ما هستیم حداقل جی اس تی و پی اس تی و مالیات ما نباید بده یه جایی خوش میگذرونه ولی جزو بهشت نیست عذاب هم نمیشه نمیسوزه خداوند عدالتش اقتضا میکنه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کافر بود ولی کار خیر انجام داد خدا نمیسوزندش خدا به جهنمش نمیبره به خاطر اینکه سخاوتمند بوده آدم خوبی بوده به مردم خیر و برکت میرسونده گره از کار و مشکلی از مشکلات مردم را باز میکرد. خب
پس الان شروع کنیم، چون بحث بهشت و جنت تا حدودی روشن هست، یه خود بحث داره برمن به عرض شما خواهی میکنم. در باره اعراب اصلا ما یه سوره داریم در قرآن به نام سوره اعراب. در این سوره اعراب چند تا آیه وجود داره که در باره اعراب سخن میگه. آیات خدمت شما عرض کنم که 40 ای از سوره اعراب، یعنی همون وسط های سوره اعراب، از 42 به بعد فکر کنم 4-5 آیه به صورت مفصل در باره اصحاب اعراب صحبت. ولی من خلاصتا اول بگم اعراب چیه، بعد بریم سراغ آیات، چون بریم سراغ آیات ممکنه گیج کننده و به اصطلاح مبهم باشه. حقیقت این است که اعراب یک زمینه بسیار به اصطلاح دارای مراتب متعددی در عالم آخرت، که در بالاترین مراتب آن اولیای الهی هستند که فوق بهشتن، و در مرتبه پایین و دامنه های آن افرادی هستند که تقریبا گناهاشون با ثواباشون بالانسه، نه خیلی به اصطلاح گناهشون زیاده که اهل جهنم باشن، نه خیلی ثواباشون خیلی خیلی درخشانه که لایق بهشت باشن. اونها هم تو اعراف هستن. پس حقیقت این است که اعراف بر دو قسمه، یکی اعراف اولیا داریم، یکی اعراف آدم های عادی. تو تا حالا هست شنیدیم راجع به اعراف آدم های عادی هست، گفتیم اونایی که نه بهشتی هست نه جهنمی هست، در یک حالت بینابینی هستن که اون را بهش میگن چی؟ اعراف. و دیگر آیاتی را کلام میخونیم دقت کنیم و روایاتی که در باری اعراف اومده خوب در آنها غور کنیم، میبینیم ما دو رقم اعراف داریم نه یه رقم. حالا اول درباره آیاتی که راجع به اعراف گروه اول حرف میزنه. گروه اول اولیاء الهی هستند، بزرگان جهان هستند که اینها حتی حاکم بر اهل بهشت هستند، و اینها اهل بهشت را تشخیص میدن و مجوز برای رفتن به بهشت برای آنها صادر میکنند. آیاتی که در این زمینه هست در سوره اعراف هست، اون مثل بسم الله الرحمن الرحیم: والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. این آیات سوره اعراف مردم رو بسته دسته تقسیم کنه: اهل بهشت، اهل جهنم، اهل اعراف. این آیه که خوندم مربوط به اهل بهشت، اونایی که ایمان آوردن کار خوبم انجام دادن، خدا میفرماید اینها اصحاب الجنه هستند، اهل بهشتن و جاودانه هستند. گروه دوم، گروه کسانی هستند که اهل نار هستند، اهل آتش هستند، یعنی اهل جهنم هستند. و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم ان لعنت الله على الظالمين. خوریش بهش برنم که اینها هم منفصل نیستن، میتونن با هم حرف بزنن، میتونن با هم گفتگو کنن. رضا اهل بهش به اونا میگن ما خدا اون که به ما وعده داده بود داد به ما، شما وعده های خدا رو حق یافتید؟ میگن بله، ما هم تخلف کردیم و جامون تو جهنم هست. پس بخشی از این آیات راجع به اهل جهنم حرف میزنن. تا میرسه به این آیه که میفرماید و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بین این گروه، این دو گروه یعنی اهل بهشت و گروه اهل جهنم، بین اینها یک حد فاصله ای، یه خلیجی، یه حجابی. حجاب یعنی فاصله، یک فاصله ای است که و علی الاعراف رجال بر بلندای آن مردان نشستند. کلمه اعراف به اصطلاح دو تا معنی داره در لغت، یکی اون چینهای بالای پرده، پرده ها دید آویزو می کنن بالاش خیلی به اصطلاح کنگوره داره، چین داره، در اصطلاح در لغت به اون چین و کنگوره های بالای پرده های مدرن چی؟
اون بالاش رو میگن اعراف، اعراف و ستار و امثالی. معنی دوم اعراف تلهای بلند هست، یعنی بلندی هایی که روی زمین وجود داره، اون بالای تل، اون را هم بهش میگن چی؟ اعراف. اما معنی دیگر کلمه اعراف اینه که از کلمه معرفت گرفته شده، یعنی جایگاه اهل معرفت، و همه اینها به این حقیقت برمی‌گرده. چون اهل معرفت صدرنشین هست، اهل معرفت بالانشین هست در عالم معنا و در عالم حقیقت. خب این آیه اینو می‌فرماید: نادا اصحاب الاعراف، اصحاب اعراف ندا می‌کنند و صدا می‌زنند، هم اهل بهشت هم اهل جهنم را. از این آیات معلوم میشه، و آیات قبلش که من دیگه قلم گرفتم به خاطر این که وقت اجازه میده کاملا وارد تفاصیل بشیم، میگه که حتی این رجال اعراف هستن که جایگاه اهل بهشت و جایگاه اهل جهنم را اونا تعیین میکنن، یعنی در واقع اونا مقدم بهشت و جهنم هستن. خب بنابراین این معلوم شد که اعراف از این دولت قرآن فقط جای متوسطا نیست، وسطی ها که گناه و ثوابشون هم برابره، بلکه گروهی هستن که اینها بلند مرتبه هستن، صدرنشین هستن، و به تعبیر قرآن یعرفون کلا به سیماهم، یعنی اهل بهشت و جهنم را با چهرهشون میشناسن، به اونها معرفت دارن، و اونها هستن که در اهل بهشت میگوین وارد بهشت بشوید، سلام علیکم، به اونها سلام میدهن و اونها را دعوت به بهشت میکنن. بنابراین از این آیات سوره اعراف به خوبی روشن میگردد که بخش اعظم اعراف جایگاه بلندی و مرتبه رفیع که اولیاء الهی بران متفق هست. اما جایگاه دومی هم اعراف داره که بعضی از روایات اسلامی به آنها اشاره میکنن، من بعضی از اونها خیلی خلاصه در استطلاع دقیقه برد شما میرسونم، به شرط یک صلوات بر محمد باید. مثلا حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که یکی از اصحاب آن حضرت میگه که قل صلح و ایو شیعن اصحاب و لارا، گفتم اصحاب اعراف یا هستن چی هستن؟ حضرت فرمود استوت الحسنات و السیئات، اونایی هستن که حسنات و سیئاتشون خویا و بدیاشون تقریبا با هم بالانسه، با هم برابره، مساویه. فإن أدخلهم الله الجنة برحمته، اگر خدا اونا رو وارد بهشت کنه به خاطر استحقاق اونا نیست، به خاطر رحمتشه. فإن عذبهم لم یظلمهم، و اگر اونها رو عذاب کنن اونها ظلم نکرده حق بشن، ولی چی؟ خدا اونها رو در بینابین قرار میده تا تکلیفشون روشن بشه. این روایت میرسونه که مقصود از اعراف در واقع بخش دوم اعراف اون جایی است که افراد متساوی الحاله این در اونجا مستقر هست. این حدیث ها اونقدر دیگه معروفه که حتی در شعر و ادب فارسی هم وارد شده. مثلا این دو بیت شعر سعدی را خوب دقت کنید، میگه ای سیر تو را نان جوین ننمایم، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. مسئله ریلیتیویتی یا به قول معروف نسبیت را آیه سعدی داره چیکار میکنه؟ مطرح میکنه، میگه بعضیا یه کسی ممکنه ایره فرق برای یکی زشت باشه ولی برای من خیلی هم قشنگ باشه، امر زیبایی امرش نسبی. مثلا شخصی ممکنه در این لحظه کسی خیلی معشوق زیبایی جلوه کنه، دیگه یکی با خود این که توفه ای نیست. باندان مثال مثلا همون لیلی حاکم و خلیفه وقت مجنون را به اصطلاح مذمت میکرد، میگو بابا لیلی را که ما دیدیم خیلی توفه ای نیست، این قد خود خودتا دیبوله مو کردی به کوه و دریا میزنی و به دشت و صحرا به اصطلاح پناه میبری که به او برسی. مجنون برگشت و فکر بر دیده مجنون نشینی به غیر از کوبی لیلی نبینی، تو با یه دیدی نگاه میکنی، من با یه دیدی، تو مجنون نیستی، رضا لیلی را زشت میبینی، من مجنونم، لیلی را خیلی هم قشنگ میبینم، قشنگترین زن دنیا میبینم. این مسئله اصلا نیستی،
حالا سعدی میخواد این رو در دو بیت شعر این نسبیت رو مطرح کنه. میگه این سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من از آن که به نزدیک تو زشت است. بس میگه حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. از دوزخیان پر که اعراف بهشت است. اعراف تو حد واسطه بین بهشت و دوزخ است. اگر بری سراغ اهل بهشت مثل حوریا بگه آقا اعراف چه میگه؟ جهنمه. بگه نمیخوام بریم سراغ اینجا رو خیلی بهتر. اما اگر بری سراغ اهل جهنم که دارن میسوزن بگی نظرتون درباره اعراف چه؟ میگه بخ بهشته، کویته، بالاتر از کویت بهشته، خیلی عالیه. مثل یه کسیه که مثلا توی یه آپارتمان دو خوابه داره، این توی آپارتمان دو خوابه مال خودش هم هست به عنوان مثال. برید سوال کنید از یه نفر که قصد داره، بگید آقا نظر راجع به آپارتمان دو خوابه چیه؟ میگه وارد کن زندونه، مثل بیمارستانه، فلان بهمانه، آپارتمان چیه؟ ولی برید سوال یه کسی که همون اجاره ایش هم رو نداره، هوملسه، حتی خونه نداره، میگه آقا نظر راجع به آپارتمان دو خوابه چیه؟ میگه بله خیلی عالیه، خدا قسمت کنه. هم امر نسبی. بنابراین آقای سعدی این نکته اشاره میکنه، میگه حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، یعنی اعراف براشون دوزخه، براشون اون را حور بهشتی هست، ولی از دوزخیان پر که اعراف بهشت هست. ببینید تو نظر سعدی هم این روایت دوم باز کرده که این شعر را گفته هست، یعنی سعدی هم مسئله اعراف را بین جهنم و بهشت بست کرد. ولی حقیقت رو ما خدمت شما عرض کردیم که از مجموعه روایات اسلامی برمیاد و از مجموعه آیات سوره اعراف که اعراف یک طرز عریض و یک دامنه قریب دارد که در اعلی علیین آن اولیاء الله قرار دارند که ما فوق بهشتن و در ذیل آن متساوی الحالها قرار دارند که نهل بهشت میتونن باشن نهل جهنم. این خلاصه برداشتی که از قرآن و حدیث درباره اعراف ما داشتیم. طلب شما بحث راجع به بهشت و جهنم که اگر اون رو توفیقی باشه ببینید که از این دوتا ما را نبرن اینجوری ها انشاءالله در خدمت شما هستیم. در آینده توضیحاتی را از شما خواهیم رسان. به همین مقدار امشب اکتفا میکنیم. به واسن دعا برای خودمون خواهیم. خدا یا پروردگارا اسلام و اسلامیان نصرت عنایت بفرمایید. قسم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در آورد. گرفتاری همه مسلمانان مخصوصا برادران و خواهرانی که زیر آتشهای سخت و سهمگین هستند، گرفتاری همه مسلمانان را در سراسر جهان رفع و دفع بلرزاند. خدایا پروردگارا ثوابی از این مجلس و محفل به ارواح همه گذشتگان مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر قادر و واصل بلرزاند. همه مریضان مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفته‌اند لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. للنبی والد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.